خیرمقدم عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزی که تشریف آوردن و خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای مهندس فرود صنمی هستیم. موضوع صحبت ایشون بررسی نقش انسان اخلاقی در جامعه سازی هست. همونطوری که میدونیم به خیلی از عزیزان در جریانن، موضوع جامعه سازی و ارتباطش با اخلاق به عنوان بنیاد اون کار یا هرچی موضوع پیچیده ایه که امروز جناب مهندس صنمی سعی می‌کنن که ما رو در جریان نظرات و افکار و اطلاعات خودشون قرار بدن و خیلی خیلی متشکر و ممنونیم. بدون فوت بیشتر وقت در خدمتشون هستیم. دوستان عزیزم، من خیلی خوشحالم که فرصت دیگری به دست آوردم تا این مطلب رو در خدمتون باشم. این بحث بسیار بحث پرچالش، دامنه دار و با حواشی خیلی زیادی. ببینید، یه وقتی هست که ما انسان اخلاقی رو میشناسیم، نقش او رو هم قبول داریم و میدونیم که جامعه سازی چیه، پس در نتیجه میایم و یه نسخه میپیچیم، یه نسخه تجویز میکنیم. مثلا پس کنید که شما تشریف برید پیش دکتر پزشک، بیماریتون میگید، پزشک بر اساس تجربیاتی که داره، بر اساس دانشی که داره، یک نسخه رو تجویز میکنه و چون شما علم و اقتدار دکتر رو قبول دارید و بهش اعتماد دارید، شما اینو به صورت یک نسخه تجویز شده میپذیرید و عمل میکنید. منتها چرا من عرض کردم خدمتتون که انسان اخلاقی در جامعه سازی و نقش اون در دنیای امروز بسیار پرچالشه، بسیار مبهمه؟ برای اینکه اصولا ما در یه همچین دنیایی زندگی نمی کنیم که به یک مرجعی اعتماد داشته باشیم، اونو قبول داشته باشیم، اونو مثلا دارای اقتدار بدونیم و بعد هرچی اون تجویز میکنه ما بپذیریم. ما در یه همچین دنیایی زندگی نمی کنیم. اولا این که اخلاقی که با اون بشه دنیای جدید و بهتری ساخت، اصلا این اخلاق نمیشناسیم. خب این نکته اول. تازه اگر این اخلاق رو بشناسیم، مشکلات دیگری داریم. مثلا نمیدونیم که آیا این انسان اخلاقی، حالا با این خصوصیاتی که مثلا فرض کنیم تحقیق کنیم و پیدا کنیم و بشناسیم، آیا این اصلا میتونه نقشی داشته باشه؟ خب این را ما به توافقی هنوز نرسیدیم. خب آیا اگر هم نقش داشته باشه، چطور میتونه این نقش خودش رو در واقع ایفا بکنه؟ خب اینم نمیدونیم، یعنی رو سر اینم ما توافقی نداریم. ببینید چقدر مسئله پرچالش و پر دامنه و عرض کنم پر حواشی میشه، چون ما اصولا بر سر بحران‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها توافق نداریم، ما هم فکر نیستیم. این یک چالش خیلی بزرگه. بنابراین ببینید، ما داریم در یک مهر میریم، راه ما مشخص نیست، معلوم نیست. ما با هم دیگه هم فکر، جامعه انسانی میگم، آدم حال میگم، با هم هم فکر نیستیم. جامعه سازی با بحران ها، تهدید ها و فرصت ها و با نقش انسان و اخلاق او تبدیل به یک حقیقتی میشه. این نکته دوستان عزیز خیلی حائز اهمیته، میخوام اینو خدمت عرض بکنم که جامعه سازی با بحران ها، تهدید ها، فرصت های او و با نقش انسان و اخلاق او تبدیل به یه حقیقتی میشه که بایستی به تدریج در اذهان ما با ارتباطی خاص آشکار بشه و با قول هگل میگه این بیلدونگه. خیلی مسئله مهمیه این مسئله. یعنی چی؟ یعنی که در واقع حقیقتی که شرط حقیقت بودنش محقق شدن اون.
یا به عبارت ساده تر یعنی انسانی که استعدادات او با توجه به ضروریات تاریخی برای ساختن بایستی آشکار بشه. به این مسئله خیلی خیلی مهمه در این بحث در واقع نقش اخلاقی انسان. اینطور نیست که ما یه انسانی داشته باشیم که میدونیم چیه، نقشش هم میدونیم چیه، جامعه سازی هم میدونیم چیه، بعد بریم نسخه تجویز کنیم. مشکل اساسی اینجاست که اصلا یه همچین بحثی رو به این صورت نمیشه گفت، زیرا انسان در ساختن هست که انسان میشه. مسئله خیلی مهمه، یعنی به قول هگل یه مطلب بیلدونگه، یعنی یه حقیقتی است که وقتی محقق شد حقیقت پیدا میکنه. حالا ببخشید من اینجوری صحبت میکنم چون بخوام اصل مطلبی که هگل در مورد بیلدونگ میگه و ساختن میگه اونو خدمت عرض میکنم. یعنی به نظر من اینجا مشکل اساسی اینه که ما در یک با یک واقعیت ملموس دم دستی انضمامی روبرو نیست. اینا یک بحث پیچیده است. خب حالا ما برای اینکه وارد این بحث پیچیده و پرحواشی و پر دامنه بشیم چه کار باید بکنیم؟ ما احتیاج به تبیین داریم. ببینید ما وقتی که قبول داشتیم که یه مرجعی هست که نسخه رو میپیچه، خب نسخه تجویز میشود. اما ما در یک همچی دنیایی نیستیم، ما با یه همچی دنیایی مواجه نیستیم، پس باید تبیین کنیم. تجویز نمیتونیم بکنیم. خیلی مسئله مهم است. خب در این تبیین به چه چیزی احتیاج داریم؟ به منطق. خب یعنی چی؟ یعنی من وقتی که وارد این بحث میشم نباید از طریق تجویز نسخه‌ای وارد این بحث بشم، بلکه باید یک منطقی رو که طی این منطق بشود حرف منطقی زد، صحبت منطقی کرد و بیان کنم. حالا بنده منظورم این نیست که وقتی که میخوام یه طرح منطقی بریزم یعنی حتماًم منطقم درسته، اینطوری نیست. من فقط میخوام بگم که اگر قرار ما به جایی برسیم باید منطقی حرف بزنیم، و این به معنی نیست که اگر منطقی حرف میزنیم پس حرفمون هم درسته. مثلا مثال بزنم خدمتتون. فرض کنید که شما میایید میگید که من منطقی دارم که در منطق زمین مرکزه و سیارات دور زمین میچرخن. شواهدی هم دارم که شما این نشون میدن کاملا درسته. ما شب وقتی که پشت تلسکوپ قرار میگیریم در دو شب متوالی میبینیم که جای سیاره ها و ستاره دیگه نسبت به زمین عوض شده. بله از نظر منطقی میپذیریم که این حرف که زمین مرکز و سیاره ها دورش میچرخن منطقی است، اما خود منطق اصلا درست نیست. خب حالا بس نیست که اصلا منطق من درسته یا غلطه، بس نیست که فعلا میخوای منطقی حرف بزن. خب حالا این منطق مرادمون چیه؟ معنای منطق چیه؟ مراد از منطق اینه که ما یک گزاره رو میخوایم بپذیریم بر اساس گزاره هایی که قبلا مفروض انگاشتیم. این میگن یه حرف منطقی. یعنی ما ببینیم حالا که ما خواهیم یه صحبت منطقی بکنیم آیا گزاره هایی که ما قبلا روش توافق کردیم چه چیزایی هست، و پس از توافق اون گزاره ها گزاره جدید که باید از نقش اخلاقی انسان در جامعه سازی است رو بپذیریم. یعنی یه مقدماتی میخواد، یه گزاره هایی از قبل باید پیش فرض داشته باشیم که بتونیم این بحث رو در واقع به طور منطقی صحبت کنیم. خب حالا ببینید این پیشفرض های ما چیه؟ این پیشفرض های ما که اتفاقا نقطه عزیمت ما هم هست، یعنی در این بحث ما چند تا پیشفرض داریم که اونها رو باید اول به توافق برسیم و بعد اونها رو مقرر بکنیم برای وصول به این به اصطلاح پذیرش گزاره جدید که نقش اخلاقی انسان در جامعه سازی است. به اتفاقا میشه زمینه بحث، میشه محل نزاع، محل شروع بحث. خب در واقع میخوام بگم من با مطرح کردن این گزاره های
پیش‌فرض، میخوام بگم که اصلا از چه منظری به بس بایستی به نظر من ورود کنیم. چون از کردم خیلی بحث پرحاشیه و پردامنه است و باید یه جوری به طور علمی، متدیک و منطقی بهش مثلا ورود کنیم. این بخش اول بحث. بخش دوم اینه که آیا پس از اینکه ما این بحث منطقی و چارچوب نظری، عملی و تئوریک رو بیان کردیم، آیا با این نظریات جامعه شناختی و نظریات اجتماعی که فعلا در دست داریم و در علوم اجتماعی مطرحه در دانشگاه تدریس میشه، آیا میتونیم از این نظریات استفاده کنیم و این منطق خودمون رو توش جا بدیم، یعنی پیش‌فرض‌هامون رو توش بزنیم و بعد همین نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم از این نظریات علوم اجتماعی شناختی آیا میتونیم استفاده کنیم؟ این بحث دوم. یا اینکه نه، ما باید یک نظریه دیگری عنوان کنیم که در اون نظریه هم منطق ما جا بگیره، هم پیش‌فرض‌های ما درست بیان بشه و هم نتیجه‌ای که مثلا از این نظریه میگیریم با این نتیجه که میخوایم بگیریم وقت بده. در واقع نظریه بسازیم که تمام سوالات ما رو بتونه پاسخ بده. اینو میگن یک روش علمی متدیک. خب بحث سومی که من در خدمت رو خواهم داشت اینه که آیا در حالا وقتی که ما این سیستم رو ساختیم، این سیستم نظری رو معرفی کردیم، در اینجا جای انسان اخلاقی و نقش او و خصوصیاتی که اصولاً اخلاق اینجا بایستی برای انسان حاصل بشه چجور اخلاقیه؟ این هم بحث به اصطلاح سومیست که من امیدوارم که بتونم در این چند جلسه خدمتتون عرض بکنم. حالا اگه تونستیم در دو جلسه، اگر نه انشاءالله به من اجازه میدید که یه جلسه دیگه فرصت دوستان رو بگیرم و این بحث رو تموم بکنم. خب اگه برگردیم دوباره به مثلا تیتر مطلب، خب ما باید یه مقداری در بحث نقش انسان اخلاقی در جامعه سازی، خود جامعه سازی رو یه بار دیگه تعریف بکنیم. جامعه سازی از طریق خلق واقعیت‌های جدید اجتماعی توسط تأثیری که فرد بر جامعه میذاره صورت میگیره. به من یه توضیح خدمت دوستان بدم. ببینید الان در مباحث جامعه شناسی که امروز مطرح هست که بهش میگن سوشال فکت، یعنی واقعیت‌های اجتماعی، واقعیت اجتماعی ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی هستن که از بیرون به فرد تأثیر میذارن، در حالی که ما داریم برعکس میگیم، یعنی میگیم واقعیت‌های اجتماعی جدید از طریق تأثیری که فرد بر جامعه میذاره واسه خلق میشه. خب این یه تفاوت. اول من عرض بکنم که اصلا منظور ما در این بحث از جامعه سازی متفاوته، یعنی جامعه سازی که واقعیت‌هاشو در تأثیرگذاری فرد بر جامعه ما تا حدی می‌دونیم، یعنی خلق روابط جدیدی که افراد با هم می‌سازن و سرمنشأ آن فقط ناشی از تعامل اجتماعی نیست، بلکه ناشی از یک نوع کنش عقلانی است، از یک نوع عقلانیت و آگاهی جهانی. خب این الان مفروضات ما در یواش یواش بیان میشه که بر اساس توافقی که بر این مفروضات میکنیم اون وقت میریم ببینیم آیا به نتیجه دلخواه میرسیم یا نه. خب ببینید این روابط جدید، من سریع خورده برم جلو که بتونم مطلب رو در این مدت تعیین شده یه جایی برسونم بحث اولم رو. این روابط جدید برای چیه؟ برای ساخت جهانی بهتره، برای رفع بحران‌هایی است که الان برمی‌شمارم خدمتتون، بحرانی که تازه شناسایی شده، مثل بحران محیط زیست، بحران اعمال عدالت اجتماعی، بحران معیشت، بحران بی‌اعتمادی نسبت به نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که انسان‌ها دارند، بحران روحی و روانی انسان‌ها، بحران هویت انسان‌ها، بحران اخلاقی و فکری، که البته من این دوتا رو معلول نمی‌دونم، اینا علت هستن اتفاقاً برای این معلول‌هایی که بحران‌هایی که خدمتتون عرض کردم. خب
حالا نقطه عظیمت ما همچه که خدمت رو عرض کردم در بررسی نقش انسان اخلاقی در جامعه سازی کجاست؟ یعنی در واقع پیشفرض های ما چیست؟ الان من پیشفرض ها رو خدمت رو عرض کنم. ما سه تا پیشفرض باید به توافق برسیم قبل از این که اصلا وارد این بشیم که آیا بحث منطقی ما چجور صورت بندی میشه و اون نظام فکری و پارادایمی ما چگونه میتونه جواب سوال ما رو که انسان اخلاقی چه نقشی داره رو بده. خب اون سه تا مؤلفه که نقطه عزیمت ما بحث نزاع ما هست در این بحث اینا هست. یک، توافق بر سر منشأ بحران ها. شما شاید باورتون نشه که یکی از مشکلات بزرگ جامعه انسانی امروز اینه که اصولا ما آدم ها بر سر منشأ بحران توافق نداریم. حالا خدمت رو عرض میکنم. دوم، توافق بر سر احساس تهدید و فرصت. اینم همه ما انسان ها روش توافق نداریم. شما ببینید مثلا پس وقتی رئیس یک کشور بزرگ صنعتی جهان رسماً علناً در روزنامه ها در نطق خودش اعلام میکنه که اصلا ما گلوبال وارمینگ رو قبول نداریم، شما خیلی ببینید ما کجاییم؟ ما توافق نداریم بر سر این. یا بر سر توافق بر سر اصالت انسان و اراده او در حد مشکلات هم ما توافقی نداریم. حالا اینا رو من یکی یکی خدمتون عرض میکنم که چه جوری میشه ما در چه دنیای زندگی میکنیم. اول خب ببینید از نظر سیستم، جا مطالعات سیستمی دارم و بیشتر به صلاح تفکرم روی مطالعات سیستمی است. از نظر سیستمی بحران یعنی چی؟ از نظر سیستمی بحران یعنی مواقع تزلزل در تعادل و حرکت سیستمی. یعنی هر وقت سیستمی در تعادلش دچار مشکل شد یا در حرکتش به سوی مسیر جدید دچار مشکل بشه و از حرکت باز بیسته، ما میگیم بحران ایجاد شد. و همچنین هنگامی که ما احساس تهدید و فرصت بکنیم، یعنی هر سیستمی که احساس تهدید بکنه که داره نابود میشه یا احساس فرصتی بکنه که داره ارتقا پیدا میکنه، اونو میگن نقطه عدم تعادل و اسم دیگرش هست بحران. حالا تهدید و فرصت ها چیه؟ همونطور که خدمت رو عرض کردم، تهدید برای بقاست و فرصت برای ارتقا. خب مؤلفه سوم اصالت انسان و اراده او رو در حل مسائل و مشکلات اجتماعی ما به این توافق برسیم که به رسمیت بشناسیم، که در این مورد هم مفصلا من خدمت عرض میکنم که متاسفانه در این مورد سوم هم ما انسان ها به توافقی هنوز دست پیدا نکردیم. اگر خاطرتون مارکتون باشه عرض کردم که ما در واقع تبیین موضوع باید به یه مسئله به نام بیلدونگ فکر کنیم. یعنی چی؟ یعنی زمینی که ما باید بر سر این ستا به توافق برسیم، باید بپذیریم که در واقع در هم تنیدگی این ستا با هم است که اصولا موضوع انسان رو و نقش او رو در جامعه سازی، حالا به خصوص انسان اخلاقی رو به ما نشون میده. یعنی ما وقتی بر سر بحران، منشأ بحران، بر سر تهدید و فرصت ها، بر سر اصالت انسان به توافق میرسیم، تازه از این نقطه به بعد انسانی میسازیم در ذهن خودمون که این با توجه به استعدادهایی که داره میتونه نسبت به ضرورت‌های تاریخی جواب مثبت بده و جامعه رو بسازه. متوجه شاید؟ امیدوارم که بتونم واضح صحبت کرده باشم. خب حالا توافق بر سر منشأ و بحران به چه معنی است؟ خیلی جالبه خدمت شما عرض بکنم که بحث‌های درگیر رو من رفتم مطالعه کردم، که اصولا بحث های درگیر چه تاریخی چه انضمامی که ما رو به توافق بر سر منشأ بحران نرسونده چیا بوده؟ ببینید یکی از اون بحث های درگیر اینه که اصولا بحران ها نتیجه وجود پارادوکسیکال حضور انسان بر روی زمینه. خیلی جالبه. یعنی شوپنهاور میگفت که نژاد بشر توده ای از حیوانات نامطلوبن که محکوم به زندگی پرستیز، پررنج و بی امیدم. خب حالا شما نیا کنید ببینید چه پارادوکسی اینجا ایجاد میشه. اون میگه که
انسان در جامعه زندگی میکنه که از طرفی باید اراده خود را وا بذاره، بلکه باید اجتماعی زندگی کنه، نمیتونه اراده خودش فقط تحمیل کنه، و از طرفی آنگاه به وجود خود پی میبره که اراده به انجام کاری بکنه. یعنی انسان وقتی میخواد وجود خودش رو محقق بکنه باید اراده کنه یک کاری انجام بده، در این حال در جامعه زندگی میکنه که باید اراده خودش رو واگذار بکنه. خب یه پارادوکسیال عجیب غریبی پیش میاد. من کشوران با حال میگفت بشر دو سوم شر، شما بشره دو سوم بشر شر. خب حالا وقتی که ما معتقدیم که اصولا بحران موجود به علت وجود پارادوکسیکال حضور انسان بر روی زمینه، یا اصولا انسان شره، خب چجوری میتونیم بگیم که این انسان میتونه در ساخت جامعه بهتر نقش داشته باشه؟ حتی چه انسان اخلاقی، حتی چه انسان غیر اخلاقی، اصلا چه نقشی میتونه داشته باشه؟ بحث دیگه درگیر و اینا هم که خدمت جلب میکنم، واقعا کتاب نخوندم. اصلا من در مواجهه با صحبت با دیگران راجع به صلح، راجع به وحدت عالم انسانی، راجع به ساخت جهانی بهتر، وقتی با هم فکر هم قطاران رو خودم صحبت میکنم این چیزا رو ازشون میشنوم. یعنی شما فکر نکنید اینا تو کتابا و به سر از زبان فلاسفه اومده، اینا از زبان فلاسفه در اومده ولی تو افکار آنچنان نشسته که واقعا اینا رو بیان میکنن، این تو ذهنشونه. یک بحث درگیر دیگه اینه که اصولا بحران یه بحران تمدنیه، ناشی از نوعی تقدیره. یعنی به قول هگل میگه که تقدیر تاریخی مقابله واقعیت‌های اجتماعی با حرکت تاریخی عقله، نوعی یگانه شدن اراده جزئی فردی با اراده و خواست کلیست که در نهایت ظهور آزادی فردیست. یعنی تمام این چالش‌ها، درگیری‌ها، بحران‌ها بسیار برای ظهور آزادی انسان، حالا نمیتونیم بگیم طبیعیه چون طبیعی به معنای از طبیعت آمده نیست، شاید بشه گفت مثلا یک نوع تحقق در واقع صورتی از به اصطلاح عقلی است که با ظاهر میشه. حالا برحال خب یعنی اینجور نگاه به بحران هایی که ایجاد شده، خب خیلی ما رو در قبول نقش مسئولیت انسان انسان اخلاقی تأخیر میندازه دیگه. یا مثلا فرض کنید به قول توینبی که مورخ نامداری هست، میگه تمدن ها از نظریه دورانی یا دورانی تبعیت میکنن و همیشه در مقاطعی دچار چالش ریسپانس میشن. خب یعنی چی؟ یعنی این دست در اراده ما از اراده ما خارجه، از اراده انسان خارجه، این حرکت دورانی تمدنیست، کاشو نمیشه کرد. خب یا مثلا به قول مارکس بحران ناشی از تضاد طبقاتی است و مخصوصا این زمان حرص و طمع جوامع سرمایه‌داری است که در خود ضد خودش داره پرورش میده و سرانجام در اثر آشوب و طغیان تبدیل به نظام پرولتاریایی میشه. خب حالا نظریه دیگری که برای بحران هست اینه که بحران ناشی از درک نادرست انسان از مقام خودشه، از نقش خودشه، در شناسایی غایت خلقت خود و عدم درک ضرورت‌های تاریخی ناشی از ظهور عقلانیت جدید و عدم بکارگیری اراده در تصحیح مسیر حرکت اجتماعی است. یعنی نه حاصل حضور پارادوکسیکال انسان در روی زمینه، نه یک بحران تمدنی است و نه حاصل تضادهای به اصطلاح طبقاتی است، بلکه در این زمان که انسان رشد کرده، ترقی کرده، ترقی فکری کرده، مشکل اساسی، بحران اساسی ناشی از عدم قبول مسئولیت انسان برای ساختن خود این مطلب. خب حالا ما باید از این به اصطلاح بحث‌های درگیر روی یکیش توافق بکنیم. یعنی این میشه اولین در واقع پیشفرض ما برای ساخت یک بحث منطقی. خب اگر ما روی این بحث که بحران ناشی از درک نادرست انسان از مقام خودش و از مسئولیت خودش و
برای ساخت واقعیت‌های جدید اجتماعی، برای تأثیر روی حرکت‌های اجتماعی است. اینو بپذیریم، این میشه اولین پیش‌فرضی که ما در واقع پذیرفتیم تا یک بحث منطقی داشته باشیم. خب حالا ببین توافق بر سر تهدید و فرصت چی؟ ببین اگر ما احساس تهدید و فرصت نکنیم میشیم مثل تمدن اینکا، همجوری از بین رفتن دیگه. یعنی ما اگر بر سر تهدید و فرصت توافق نکنیم و همینجوری اجازه بدیم که بحران ادامه پیدا بکنه، خب نابود میشه. یه صورتش، یعنی تهدید رو نادیده گرفتیم. اگر تهدید و فرصت رو ما مثلا تهدید رو فرصت رو در واقع بپذیریم اما کاری نکنیم، خب ممکنه باقی بمونیم اما ارتقا پیدا نکنیم. مثلا سیستم کاستی در هندوستان، شما صدها سال این بحث در هندوستان هست و سیستم کاستی رو هم نمیتونه از بره، بلکه هیچ تلاشی برای فرصت های ایجاد شده برای تغییر اون سیستم ها انجام نشده. یعنی یعنی واقعا در وضعیت قرار نگیریم که احساس چلنج بر ریسپانس بکنیم. خب حالا جالب اینجاست که گاهی نه تنها ما این تهدیدها و فرصت ها رو احساس نمی کنیم، بلکه حتی انکار می کنیم. ما آدم هایی داریم که حالا یا از عرفان ما گرفتن یا برای ها از افکار دیگه اینجوری میگن، میگن چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. آنچنان وارسته شو که از بعد مرگ مردت را آر آید از کفن. من بدن را رخت عریانی بپوش، پیش از آن کد خاک بپوشاند کفن. میگن آقا اصلا بحرانه های انسانی ناشی از خواستنه. شما خواستنه بذار کنار، همه چی درست میشه. خب یعنی بیایم چیکار کنیم؟ یعنی بیایم انکار واقعیت های بروتل بکنیم، همونطور که در بحث قبلی خدمت رو عرض کردم. و خب این راه به جایی نمیبره. انسان ها میخوان زندگی کنن. ببینید الان بر اساس نظریه پارسونز که در آخرین نظریات جامعه شناسی مطرح شده، میگه که انسان 4 ساحت داره. ساحت زیستی داره که بقا میخواد، ساحت روانی داره که خب لذت میخواد، البته لذت رو فلاسفه خیلی صحبت کردن و اون رو کشوندن به بحث سعادت که حالا پردش نمیشه. برها در شایسته این به صلاح وضعیت اینه که در ساحت روانی انسان سعادت میخواد، در ساحت اجتماعی خواهان عدالت و منزلته و در ساحت فرهنگی شکوفایی استعدادها و ابداع میخواد، خواهد اون به اصطلاح مبدع باشه، سازنده باشه. خب نمیشه منکر اینا شد. یعنی در واقع حذف صورت مسئله است به جای اینکه ما چیزی رو بخوایم حل کنیم. خب پس منکر واقعیت های بروتل نمیشه شد، بلکه بایستی توسط واقعیت های اینستیتوشنال که به دست بشر باید انجام بگیره این نیازها بایستی پاسخ داده بشه. خب حالا اومدیم این تهدید ها و فرصت ها رو هم پذیرفتیم، یعنی پذیرفتیم که ما داریم تهدید میشیم و ضمناً در همین لحظه که داریم تهدید میشیم، چون تعادل به هم خورده، امکان ایجاد فرصت های فوق العاده برای ترقی بشر هم اینو بپذیریم. خب این شد دومین پیش فرض به اصطلاح بحث منطقی ما. اما پیش فرض سوم چی بود؟ همون که خدمت درست کردم، توافق بر سر نفس، نقش انسان، اراده انسان و اصالت انسان. این به چه معنا؟ اگر بر سر اصالت انسان و اراده او برای رفع تهدید و استفاده از فرصت ها توافق پیدا کنیم، این هم یه بحث خیلی جدی است که ما هنوز بر سر این توافق پیدا نکردیم، اون وقت میتونیم بگیم که سومین در واقع مؤلفه یا پیشفرض یا گزاره پیشفرضی این بحث منطقی ما تکمیل میشه. خب پس از این که حالا اومدیم تعیین موضع کردیم، زمین نزاع رو تعیین کردیم، نزاع بحث رو تعیین کردیم و نقطه عزیمتمون رو معرفی کردیم، یه نقطه بعدی هم این است که اصولا ما بیایم یک دستگاه نظری در نظر بگیریم،
که در این دستگاه نظری تمام المان‌هایی که میتونن مؤثر باشن در ساخت یک جامعه بهتر، جامعه سازی که از طریق انسان صورت میگیره، این المان‌ها رو شناسایی کنیم، در این دستگاه نظری بذاریم و ببینیم آیا این دستگاه نظری، این دستگاه پارادایمی جواب سوال‌های ما رو، پرسش‌های ما رو میده یا نمیده. خب یعنی در واقع چکار کنیم؟ در واقع ما پس از اینکه این پیش‌فرض‌ها رو پذیرفتیم و بحث منطقی خودمون رو معرفی کردیم، حالا وارد چی میشیم؟ حالا وارد یک روش علمی متدیک میشیم برای اینکه بتونیم به سوالاتی که در این زمینه برای ما پیش میاد پاسخ‌های درستی بدیم. خب ببینید، عرض کردم خدمتتون که اصولاً مثلا فرض کنید اگه ما برگردیم به این مطلب که هنوز بر سر منشأ بحران به توافق نرسیده باشیم، خب اصلا این که نقش انسان، انسان اخلاقی چی میتونه باشه، خب این که اصلا چیز میشه، کلم یکون میشه. وقتی که ما بر اثر مثلا فرض کنید که پیش نیاز دوم یا پیش فرض دوم، یعنی تهدیدها و فرصت ها رو قبول نداشته باشیم، خب انسان اخلاقی چه میخواد بکنه، چی میتواند بکنه، حالا چه انسان اخلاقی چه غیر اخلاقی، متوجه عرضم هست؟ منظورم این است که اگر ما قرار باشه یه بحث منطقی پیش بریم، باید اول این پیش فرض ها رو با هم توافق کنیم، پذیرفته باشیم. ببینید اصولا علم چجوری صورت میگه؟ چرا ما میگیم که احتیاج به یک بحث منطقی، صورتبندی منطقی به اضافه یک دستگاه پارادایمی داریم برای اینکه این بحث رو به صورت علمی و متدیک پیش ببریم؟ اصلا چرا؟ برای اینکه اصولا علم چجوری وجود میاد؟ علم چجوری وجود میاد؟ که یک سوالی مطرح میشه، یه عده میرن دنبال جواب این سوال، بعد اینا رو میذارن در آزمایش، وقتی تقریبا مطمئن شدن که تمام آزمایشات جواب درست و منحصر به فردی میده و پاسخ اون سوال داره میده، بعد میان اینو تئوریزه میکنن. وقتی تئوریزه کردن، بعد یک دستگاه نظری درست میکنن تا با اون دستگاه نظری، با اون دستگاه پارادایمی بیان واقعا سوالات دیگری که در اون خصوص مطرح میشه بتونن درست جواب بدن. من یه مثال بزنم خدمتتون. مثلا می طب سنتی یه تئوری داره، یه نظریه داره، میگه سلامتی، البته من اینجا یه خورده تو کار سینا جان فضولی کنم، میگن سلامتی یعنی تعادل افلاط بدن. خب حالا سوالی که در این نظریه پیش میاد، سوال یعنی بیماری دیگه، یه بیماری پیش میاد، جوابش چیه؟ جوابش در این نظریه اینه که شما برو افلاط رو دوباره متعادل کن، خب سلامتی حاصل میشه. خب این یه نظریه است، یه سوال پیش میاد، این سوال با توجه به این نظریه پاسخ میدن. خیلی حالا به طب نوین، طب نوین خب تا تئوری دیگری داره، تئوری متفاوتی داره، به همون نسبت طرز معالجه، یعنی پاسخ به در واقع سوال از بیماری هم متفاوته. ببینید یعنی یک دستگاه نظری است که به سوال شما جواب مخصوص میده، پاسخ متناسب با اون نظری و پارادایم میده. بنابراین لازمه برای هر بحث اینجوری اصولا و بحث متدیک و ارائه یک به سر روش علمی و متدیک، لازم است که شما دستگاه نظریتون حتی معرفی کنید. مثال دیگه میخوام بزنم خدمت شما. ببین فرض کنید شما میاد از اینکه میپرسید آقا معنای معنا چیه؟ خب این معنای معنا برمیگرده به که شما چه دستگاه نظری رو دارید مطرح میکنید، در چه دستگاه پارادایمی دارید معرفی میکنید. مثلا فرض کنید شما معنای معنا رو در دستگاه الهیاتی میخواید بفهمید. خب دستگاه الهیاتی معنا در مقابل بی‌معنایی است، حقیقت در مقابل مجازه، و معنا یعنی حقیقت. مثلا شما در دستگاه الهیاتی معنای زندگی یعنی حقیقت زندگی. اما حالا بیاید شما معنای معنا رو در واژه شناسی بررسی کنید، در این دستگاه نظری واژه شناسی که آقا معنا چیه؟ در این دستگاه دیگه معنا در مقابل بی‌معنایی نیست، بلکه معنا یعنی مدلول. شما یه دالی دارید، یه واژه‌ای دارید که در واقع معنای این میشه مدلول این. مثلا مثال بزنم،
فرض کن و این مدلول و دال و مدلول از حقیقت چیزی نمیان، بلکه از رابطه دال و مدلول میان و رابطه دال و مدلول یک رابطه دلبخواهیه، یک رابطه قراردادیه، اصلا ربطی به حقیقت نداره. مثلا فرض کن شما در راهنمای رانندگی چراغ قرمز یعنی چی؟ معنای چراغ قرمز چیست؟ یعنی توقف. ببینید یعنی اینجا چراغ قرمز که دال بود با تعریفش که تعریف مدلول که میشد چراغ میشد توقف، یه پیوند رابطی قراردادی دارن و ربطی هم به حقیقت نداره. ببینید چقدر تفاوت. پس این وقتی شما در دستگاه نظری الهیاتی از معنا حرف میزنی یعنی از حقیقت داری صحبت میکنی، اما در یک دستگاه واژه شناسی وقتی از معنا حرف میزنی یعنی از یک قرارداد یک توافق داری صحبت میکنی. اصلا بحثی از حقیقت دیگه اونجا مطرح نیست، شما یه مدلول داری حرف میزنی، از یه رابطه دال و مدلول داری شما صحبت. پس ببینید وقتی ما نمیتونیم به صورت وقتی ما بخوایم به صورت روشن، سریع و مؤثر و به طور علمی و متدیک صحبت کنیم که ابتدا دستگاه نظری خودمون خوب تبیین کرده باشیم و متد و روش خودمون رو قبلا تشریح کرده باشیم. چرا؟ برای اینکه ما بخوایم تبیین کنیم، نمیخوایم تجویز کنیم. از کردم خدمتتون که ما اینجا بر مثلا مقام تبیین هستیم. خب برای تبیین نقش انسان اخلاقی در جامعه سازی هم ما نیاز داریم که بیایم یک دستگاه نظری بسازیم. حالا یا این دستگاه نظری وجود داره، معرفی شده، خوب استفاده میکنیم که در بخش دوم این بحث ها رو خدمت رو خواهم داشت، یا اینکه میایم میسازیم از نو که چی کار بکنیم. دستگاه نظری چی میخوایم ازش؟ ببین این دستگاه نظری میخوایم که پاسخ ما رو بده. پاسخ ما چیه؟ سوال ما چیه؟ آیا این دستگاه نظری میتونه بحران‌های ما رو حل کنه؟ بحران معیشت، بحران بی‌عدالتی، بحران هویت انسانی، بحران فقر، آیا اینا رو میتونه حل بکنه؟ سوال اول اینه، این دستگاه نظری چگونه میتونه اینا رو حل بکنه؟ خب حالا این که چجوری دستگاه نظری رو به صورت تشکیل میدیم و چرا اینجوری تشکیل میدیم و چجوری به اینجا میرسیم بحثای آینده است که من خدمتتون ان شاء الله خواهم بود. اما فعلا میخوام بگم دستگاه نظری اصلا از چه اجزایی تشکیل شده. این دستگاه نظری از ساب سیستم ها، یک سیستم بزرگه که چند تا ساب سیستم داره. ساب سیستم مثل تاریخ، مثل فرهنگ، مثل اقتصاد، مثل سیاست، مثل اخلاق، مثل جامعه و مثل انسان. و در واقع اینها منشأ بحران، تهدیدها و فرصتها، اصالت انسان درش پذیرفته شده است. این تفاوتش با سیستم‌هایی که من بعداً خدمت رو عرض می‌کنم اینه که من به طور خیلی مختصر اینجا عرض می‌کنم اینه که در اونجا در اون ساب سیستم‌ها جایی برای انسان وجود نداشت. یعنی انسان اصالت نداره، وجود نداره، انسانی نیست. ساب سیستم اینا انسان اصلا وجود نداره. انسان یا حاصل تاریخه، یا حاصل قراردادهای اجتماعیه، یا حاصل فرهنگه، یا حاصل اقتصاده، یا حاصل سیاسته. توجه بکنید خودش جایی نداره. نه اونجا تهدید مطرح میشه، نه بحران مطرح میشه. یعنی مثلا فرض کنید در اون سیستم هایی که این جامعیت رو نداره، وقتی میخوان اقتصاد رو حل بکنن باید برن سراغ خود اقتصاد. براشون مهم نیست که آیا این چه بلای سر انسان ها میاره، چه بلای سر فرهنگ میاره، چه بلای سر سیاست میاره. خیلی که اون حل بکنن میان از اقتصاد سیاست چیزی به نام اقتصاد سیاسی میسازن. حالا بحث مفصلی من نمیخوام براش بشه، فقط میخوام اینو عرض بکنم خدمت که اون دستگاه نظری و پارادایمی که ما امروز در تلاش هستیم که بگیم اون جاش خالیه، اصلا راجع به چی داریم حرف میزنیم؟ که حالا بعدا به طور جزئی‌تری من خدمتتون عرض میکنم. خب حالا این که این دستگاه نظری از نظریه‌های جامعه شناختی و نظریه‌های اجتماعی حال حاضر منتج میشه یا نه، این بحثی است که در قسمت دوم مطالعه میکنیم که آیا میتونیم استفاده کنیم یا نه. خب حالا یکی ممکنه بپرسه خیلی خب این دستگاه نظری شما فرض کنید اومدیم این المان‌ها رو هم شناسایی کردیم، این ساب سیستم‌ها رو هم گذاشتیم، اصلا این دستگاه نظری از کجا میاد؟ یعنی فرض کنید شما اومدید همه اینا رو هم عرض گرفتید،
این ساب سیستم انسان، اخلاقش، فرهنگش، تاریخش، اقتصادش، جامعهش رو همه هم ارز گرفتید و اینا رو در تعامل با یکدیگه قرار دادید. یعنی انسان اینجا دیگه فقط تأثیر پذیر نیست، تأثیر هم میذاره. خیلی خوب، آیا مبنای این دستگاه نظری شما آیا مطالعات تجربی است؟ آیا شهود عقلی است؟ آیا اعتقادی است؟ این از کجا میاد؟ اینم سوال خیلی چیزی، قبل از اینکه وارد بحث‌های دیگه بشیم اینم باید در واقع تا جایی که من فرصت دارم فکر کنم، یه رو دیگه من فرصت دارم اینو در خدمتتون باشم. ببینید، دستگاه نظری ما بر اساس محفوظاتی بنا میشه تا بتونه عناصر دستگاه یا عناصر پارادایمی رو با هم پیوند بده. خب البته اینو من قبلا با خدمت شما دوستان عرض میکردم که چون مخاطب من به حال یه سری انسان‌های تحصیل کرده، یه فهیم عرض کنم دانشمند هستن، ما دیگه راجع به سیستم‌ها و ساب سیستم‌ها و اینا دیگه من حس کردم شاید واقعا یه بحث اضافی باشه، چون همه عزیزان میدونن دیگه این چیزا رو. خب بنابراین این دستگاه نظری ما بر اساس مفروضه بنا میشه که عناصر دستگاه پارادایمی رو با هم دیگه پیوند بده. خب اما این مفروضات آیا این که از تجربه میاد یا از اعتقاد میاد یا از شهود عقلی میاد یا از شهود تجربه میاد، اصلا ما ابایی نداریم بگیم از کجا میاد. الان من به شما ثابت میگم، نشون میدم که در نظریات علمی چجوری دانشمندان اومدن کاملا خودشون رو مخیر و آزاد دیدن که از هر نوع از این تجربه، شهود عقلی یا شهود تجربی یا در واقع اعتقادی استفاده کنن. مسئله هم نیست، مسئله هستی که جواب ما رو بده. یعنی دستگاه نظری ما با جواب پاسخهای ما رو تام و تمام بده. حالا وقتی داد، حالا مهم نیست که از کجا ما این در واقع پارادایم ها رو آوردیم. من یه مثالی براتون بزنم. مثلا دستگاه نظری فیزیک نیوتن، ببینید دقیقا بر اساس شهود تجربی بود. یعنی نیوتن اومد دید که خب سیب جذب زمین میشه، اشیا با هم دیگه جذب میشن. اما وقتی که اومدن در مورد این سوال پاسخ این سوال قرار گرفت که این نیروی جاذبه از کجا میاد، رفت سراغ اعتقاد. یعنی گفتش که این نیروی جاذبه از طبیعته، از خداونده. مشکلی نیست، ابایی نیست که بگه از کجا میاد، ولی به هر حال جواب پاسخ این که چرا دو شی به هم جذب میشن داد. یا مثلا در سیستم دستگاه نظری اینشتین، وقتی که میدونید که وقتی که ما در دستگاه نیوتونی بودیم، ذراتی که در جو تولید میشدن، اینها رو با اینکه عمر کوتاهی داشتن که اصلا نمیتونستن به سطح دریا برسن، اما دیدن در سطح دریا وجود دارن. خب اینا رو نمیتونستن در دستگاه نظری نیوتونی اصلا توجیه کنن. مگه میشه ذره‌ای که طول عمرش خیلی کوتاهه چجوری ممکنه از و در جو وجود میشه ایجاد میشه، چجوری ممکنه در سطح دریا دیده بشه؟ خب اومدن دستگاه نظری اینشتین بر اساس شهود عقلی بنا شد، دیگه تجربه گذاشت کنار، اومد گفتش که یا بایستی فاصله، یعنی چون این ذرات با سرعت سری نور حرکت میکنن، یا باید فاصله بین جو تا سطح دریا یا اون باید منقبض شده باشه. خیلی جالب این مطلب. یا اینکه سرعت، چون در اون سرعت سر نور حرکت میکنه، زمان باید منبسط شده باشه. یعنی برای ذره‌ای که در سرعت با سرعت سر نور حرکت میکنه، زمان منبسط میشه، مکان منقبض میشه. خب با این ترتیب که فقط هم بر اساس شهود عقلی بود، دستگاه نظری درست شد که پاسخ این سوال میداد. خب پس مهم نیست که ما از کجا این به اصطلاح فرضیاتو گفته باشیم. بنابراین با این ترتیب دیدیم که مشکلاتی که در دستگاه نظری نیوتن مطرح شد، در دستگاه نظری اینشتین حل شد. خب حالا ما میتونیم یه دستگاه نظری داشته باشیم بر اساس اعتقاد، که در اون دستگاه نظری وقتی که انسان رو میذاریم که با ساب سیستم های دیگه هم عرض و درشون تأثیر و تأثیر میذاره، جواب مشکل ما رو حل بکنه. خب اگه حل کرد که یه اعتقاد دیگه، یک پیشفرض اعتقادی است که برای معرفی این سیستم عنوان میشه. اگر حل کرد، مهم نیست که از پیشفرض ها، یعنی بنیان های در واقع سیستمی ما از اعتقاد اومده باشه.
و هیچ به اصطلاح شهود تجربی یا عقلی مثلا فرض کن پشتیبانش هیچ مهم نیست، مهم اینه که جواب ما رو بده. خب اما نظریه که ما میخوایم در واقع معرفی کنیم که طی اون نظریه و پارادایم ها نقش انسان اخلاقی واقعا معرفی بشه و عرض کنم جواب سوال ما رو بده و بحران های ما رو حل بکنه، یک سیستم، یک نظریه سیستم پیچیده است. نظریه های سیستم پیچیده که من دیگه نمیخوام اونجا مصدی اوقات عزیزان بشم، میدونم که همه دوستان میدونن چیه، نظریه است کلگرا و دارای عناصر متعددی است که با هم تبادل انرژی و اطلاعات دارن. یعنی وقتی که ما در این سیستم اومدیم ساب سیستم انسان رو هم گذاشتیم و این انسان با دیگر سایر ساب سیستم ها مثل اقتصاد، سیاست، عرض کنم حضورتون که تاریخ و دیگر ساب سیستم ها این در تبادل اطلاعات و انرژی بود، اون موقع هست که ما میتونیم برای انسان، حالا یا مخصوصا انسان اخلاقی، نقش قائل بشیم. و در غیر این صورت تمام بحثای ما یک بحث غیر منطقی تجویزی میشه که ارزش و اعتباری برای انسان امروز نخواهد داشت. بنابراین نظریه، حالا این نظریه پیچیده میدونید که مرزبندی های بین علوم رایج رو ساختگی میدونه. یعنی در این نظریه پیچیده مرزبندی بین علوم زیستی، انسانی، فیزیکی، تجربی اینا وجود نداره. حالا این بحثایی به اصطلاح شاید خیلی دیگه حاشیه‌ای میشه، نمیخوام بهش بپردازم، اما میخوام اینو بگم که در این نظریه بدن انسان، ذهن انسان، طبیعت، تاریخ، اقتصاد، سیاست اینا هم ارز هستند و در یکدیگر تأثیر و تأثیر دارن. در این سیستم انسان حاصل طبیعت، تاریخ، اقتصاد و سیاست نیست، بلکه انسان همچون یک ساب سیستم با سایر ساب سیستم های اقتصادی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی چون عنصر تاثیرگذار در تعامله. خب حالا با این بحث ما باید بخش دوم بحث میشیم که در جلسه آینده خدمت رو خواهم بود که خب آیا انتظاراتی که ما از یک همچین سیستمی داریم آیا میتونه در سیستم هایی که امروز در جامعه شناختی، در نظریه اجتماعی مطرح میشه، آیا میتونه این جواب ما رو بده؟ ببینید مثلا فرض کنید الان در سیستم هایی که وجود داره، جلسه آینده من بحثش رو خواهم کرد، اینه که ببینید خوشبختی انسان رو، خیلی جالب اینو عرض بکنم، خوشبختی و سعادت انسان رو از اقتصاد میطلبم. یعنی من هم تو یه جلسه هم خدمت سینا جان بودیم عرض کردم این است که ببینید توقع از یک عالم اقتصاد که بیاد سعادت انسان رو در ضمن برآورده کردن احتیاجات ساب سیستمی خود اقتصادی برآورده کنه اصلا به اصطلاح بیجاست، نمیتونه. برای که در این سیستم، در این سیستم بزرگی ما داریم معرفی میکنیم، انسان و اقتصاد و تاریخ و فرهنگ و همه موازی دیگه به انسان برمیگرده هم ارزن با انسان. یعنی اگر اقتصاددان فقط به فکر اقتصاد باشه و بخواد در ذهن به فکر انسان هم باشه، بدونه به رعایت مناسبات فرهنگی، مناسبات تاریخی، نمیتونه این کار انجام بده. بنابراین اون سیستم ها به تنهایی اگر بارو بردوش ساب سیستم ها بذارن قادر به جواب گویی نیستن، که حالا در جلسات آینده مفصلا راجع به اینها من خدمت شما صحبت میکنم. من فکر کنم به موقع تمام کردم. بله بله، خیلی خیلی ممنونیم، متشکریم. انشاءالله که دنبال این بحث رو در جلسه آینده جناب صنمی در خدمتتون خواهیم بود.